رادیو همراه، بفرمایید. سلام دکتر آلاکوی، خوب هستی؟ من خوب خوب، بفرمایید. خیلی خوشحالم که دارم با تو صحبت کنم. منم همینطور عزیز، بفرمایید. آقای دکتر، من میخوام در مورد صحبت کنم که من 28 سالمه و ساکن ترکیه ام در حال حاضر. میخواستم در مورد این که شما به من پیشنهاد میدید که چه رشته بخونم که مناسب تره برای من، ولی قبلش میخوام یه خلاصه خیلی کلی بهتون بدم در مورد خودم. من فرزند اول خانوادم، یک خواهر کوچکتر از خودم دارم. بعد پدر و مادرم به هیچ عنوان سواد خاصی ندارم و من کل زندگیم همیشه آزمون و خطا کردم برای چیزهایی که میخواستم به دست بیارم. و بعدش من توی دبیرستان رشته علوم انسانی خوندم و بعد وقتی که بخواستم برم دانشگاه تصمیم گرفتم که رشتم رو به هنر تغییر بدم به خاطر حالا تصمیمات بچگانه که اون زمان گرفتم. و خب توی کنکورم تونستم خیلی رتبه خوبی بیارم و تاپ‌ترین دانشگاه ایران قبول شدم توی رشته طراحی. ولی متاسفانه وقتی وارد دانشگاه شدم دیدم که من اصلا به هیچ عنوان استعدادش رو ندارم و اصلا نمیتونستم با بچه‌های که حتی رتبه کنکورشون از من پایین‌تر بود رقابت کنم و این مسئله باعث شد که من خیلی خیلی دل سرد بشم از این مسئله، ولی ادامه دادم. طراحی در چه زمینه ای؟ طراحی گرافیک. و متاسفانه من فقط توی درسای خوندنی و تاریخ و اینا خوب بودم و اصلا تو درسای هنری به هیچ عنوان نمیتونستم طراحی کنم. فکر میکردم که مثلا اگه آموزش ببینم میتونم این کار رو انجام بدم، ولی اصلا خوب نبودم توی این مسئله. چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ به ذهنیت اینجا برای من جالبه. چرا این رشته رو انتخاب کردی؟ چرا فکر کردی؟ اصلا اولا حالا میدونم در ایران نام هنر روش میذارن و هست. بله. ولی چرا تو فکر کردی این رشته مناسب تو هست؟ آره، تو من اون زمان فکر میکردم که من اگر این رشته رو بخونم خیلی زودتر میتونم به درآمد برسم تا اینکه برم علوم انسانی بخونم. یعنی این فکر رو داشتم، سعی تر میتونستم فکر کردم وارد بازار کار بشم، چون پدر من آدم بدی نبود ولی خب چون رفته بود جبهه و جنگ خیلی آدم عصبی بود، موج انفجار زیاد گرفته و من خواستم سریع تر از خانواده جدا بشم. و خب میگم من همه زندگی آزمون خطا کردم، چون توی خانواده هم به معنای واقعی هیچ کس حالا درس نخونده و من اولین کسی بودم که وارد دانشگاه شدم. مامانم که کلا توی روستا به دنیا اومده بود، بابام هم همینجوری. و خب این تصمیم بود که من گرفتم. حالا اون نه، متوجه هستم، من فقط ذهنیت تو این که من بگی دنبال یه کاری میگشتم که هرچه زودتر به درآمد برسه و مقایسه کرده بودید گرافیک رو مثلا با رشته‌های علوم انسانی، خب نظر درستی بوده عزیز. ولی اگر اینقدر مسائل مالی براتون مطرح نبود فکر کنید چی میخوندی؟ من دوست داشتم که روانشناسی بخونم اون زمان و الانم خواهر کوچیکترم داره روانشناسی میخونه، ارشد روانشناسی داره میخونه دانشگاه فردوسی مشهد. یعنی اون راهنمایی بود که من بهش کردم و خب خوند و موفق بود تو این مسئله. خب چه مدلی سلام تو ترکیه ای عزیز؟ آقای دکتر، حالا من قبلا در این مورد با شما صحبت کردم و خب شما نظر بد رسان در مورد من نداشتیم. من توی دوران دانشگاه با یک آقای آشنا شدم که هم دانشگاهی بودیم، ولی خب اون زمان این آقا از اقلیت دینی بود و ما یعنی هیچ ایده راجبش نداشتیم در مورد این که مثلا حالا این رابطه ما قراره به کجا برسه و اینا. همینجور با هم دیگه در مورد من علاقمند بودم به دینش، در مورد دینش صحبت میکردم و اینا، اینجوری باش آشنا شدم و این صحبت باعث شد که یک رابطه عمیق بین ما شکل بگیره. و متاسفانه یکی از تصمیمات احمقانه که من گرفتم به یکی از دخترعمه‌هام گفتم در مورد این رابطه. بعدها خانواده من مجبور کردن که اگر میخوای این رابطه رو ادامه بدی باید ازدواج کنی. و خب متاسفانه زمانی که قرار بود که ما حالا یه عقد سوری بکنیم و از ایران خارج بشیم اتفاقات ناخوشایندی افتاد، پلیس اومد و داشت دیگه دردسر میشد. یعنی دیگه برامون چی نوشته بودن که بریم دادگاه در موردش صحبت کنیم، بابامو بردن و برای همین ما، یعنی من دو واحد دیگه داشتم که دانشگاهمو تموم کنم، مجبور شدیم از ایران خارج شیم و بیایم ترکیه. الان از اون زمان داره 4 سال میگذره. اومدیم که لغت جمع به کار بردید، یعنی دوتایی آمدید بیرون؟ بله، ما دوتایی از ایران اومدیم. اون آقا چند سالشه؟ اونم هم سن منه. اون چی خونده، چه میکنه؟ اون مهندسی کامپیوتر خونده. نه تموم کرده درسشو یا نه؟ اونم نتونست تموم بکنه.
ما اومدیم ترکیه و خب اون لجبازی که داشتیم و نمیخواستیم برگردیم و اینها موندیم و همسرم شروع کرد، ما ازدواج هم کردیم اینجا، همسرم شروع کرد خوندن زبان ترکی، منم همراهش خوندم و یک آزمون ورودی دانشگاه هم ما باید میدادیم. ولی هر چقدر که من کنار همسرم داشتم میخوندم، میدیدم که نمیتونم باهاش، یعنی با اون درس بخونم، اون بلا فاصله میتونست ریاضی ها رو بخونه یاد بگیره ولی من نمیتونستم. یعنی به یه جای رسیدم که گفتم که خب من نمیتونم این آزمون ریاضی رو بدم، اصلا مغزم نمیکشه که بخونم. یا اینکه مثلا با اینکه من مثلا حالا از زمانی که رفته بودم دانشگاه زبان انگلیسی مدام کار کرده بودم خوب بود، ولی خب ترکی رو نمیتونستم یاد بگیرم و این مسئله خیلی برام عجیب بود. یعنی الان همسر من بعد از 4 سال اگه اینجا داره ترکی صحبت میکنه، شما نمیتونی بفهمی که این واقعا ترکه یا یه خارجیه. ولی من نمیتونستم شبیه اون باشم و اینو نمیفهمیدم. اون تونست وارد دانشگاه بشه، رشته فیزیک قبول شد و رفت و من موندم آقای دکتر و نتونستم با اون رقابت کنم. بعدش که کرونا شروع شد که دیگه حدودا 1.5 سال گذشته بود که ما اومدیم، 1.5 سال 2 سال گذشته بود، من توی سوشال مدیا یه کاری رو شروع کردم و شروع کردم به ترجمه کردن و حالا اون ترجمه ها رو به سبک و روشی که خودم داشتم درست کردم و ویدئوهاشو با بقیه به اشتراک گذاشتم و خب این باعث شد که من دنبال کننده های زیادی پیدا کنم، درآمد خیلی خوبی از این طریق به دست بیارم، کنارش حالا کلاس فن بیان برم، کنارش کلاس داستان نویسی برم که به کار سوشال مدیام کمک کنه و من این کار رو انجام دادم و خب درآمد خوبی هم به دست آوردم. حتی با یک نویسنده خیلی معروف کار کردم، خیلی روی نوشته های من مثلا میگفت خیلی خوب مینویسی، یا اینکه مثلا آدم ها خیلی ازم تعریف میکنم، میگن خیلی خوب صحبت میکنی، خیلی آدم ها خوب جذب به خودت میکنی. ولی این چیزی که آقای دکتر منو راضی کنه و احساس میکنم که من خیلی دارم کار بیهودهی دارم انجام میدم. درسته که من دارم مطالب از انگلیسی ترجمه میکنم، درسته که دارم تولید محتوا میکنم، درسته که ازش درآمد دارم، ولی این من رو اصلا راضی نمیکنه. و اینکه ما باید تا تموم شدن درس همسرم توی ترکیه بمونیم، چون اون به هر جهت زحمت کشیده. حالا بعدش چون من نمیتونم زبان کشور دیگه، اون چه مدت دیگه است؟ اون چه مدت دیگه؟ تقریبا 3 سال دیگه، 2 تا 3 سال دیگه زمان میبره. اون چی میخونه آخه؟ اونم اینجا داره کامپیوترش رو میخونه آقای دکتر. خب آخه ببین عزیز، اون وقتی که اومدید شما 28 سالش بود، یعنی الان 28 سالتون هست. ها اون موقع 24 سالش بوده. بله. اوکی، اون داره کامپیوتر رو میخونه. تو این کاری که داری میکنی میگی درآمد خوبی داری، درسته؟ بله، درآمد خوبی خب داره. آیا این درآمد از درآمد احتمالی همسرت اگر مهندسیشو بگیره در اونجا بیشتره یا کمتره؟ آقای دکتر، برای زندگی تو ترکیه خیلی زندگی خوبی میتونی داشته باشی، ولی مسلما برای چند سال آینده که من بخوام، حالا ما بخوایم بریم کانادا یا هر جای دیگه که کشور انگلیسی زبون، مسلما برای اونجا جواب نمیده. و یک چیز دیگه که منو خیلی اذیت میکنه اینه که من امنیت شغلی نخواهم داشت، به خاطر اینکه ایران حالا هر لحظه تهدید میکنه به تحریم و اینها. این مسئله منو خب همیشه میترسونه که خب تو این کارو میکنی. اتفاقا چند روز پیش من یه پیشنهاد همکاری هم گرفتم از یک رادیویی که حالا دیده بود ویدیوهای منو و خب اونو من قبول نکردم، حالا به خاطر اینکه چون جنبه سیاسی داشت قبولش نکردم. ولی خب من فکر میکنم که آخرش چی، یعنی مثلا من میتونم این کارو انجام بدم یا نه، یا اینکه من واقعا باید برم یه رشته دیگه بخونم، یه کار دیگه انجام بدم که حداقل خودم رو راضی کنم، چون احساس میکنم که اصلا کاری که دارم انجام میدم خیلی بیهوده است. آیا شما هدفتون این است که حتما برید کانادا؟ بله آقای دکتر، یعنی 100%، چون گفتم شوهر من از اقلیت‌های دینیه و خب اونجا خیلی فامیل داره، همین الانش هم اگه درسش نبود میتونستیم بریم، ولی ترجیحمون اینه چون زحمت کشیده، زبان خونده، امتحان گذرونده، درسو تموم کنه، خب هزینه هامون هم کمتر میشه. زندگی تو خودتون از هم دیگه خوشحال و راضی هستی؟ بسیار شدید آقای دکتر، یعنی من خوشحالم از فکر اینه که به ایران برگردم و نمیتونم بکنم دیگه هیچ وقت، یعنی خیلی خوشحالم از چون هر چیزی که داریم خودمون ساختیم. خب شما تصمیمتون این است که برید کانادا. ببینید از اشکال کار رشته علوم انسانی در اینه که اولا تا آخرین مرحله رو باید برید، ولی به دلیل اینکه در یک کشور دیگری زبان و فرهنگ نقش فوق العاده مهمی داره، یا برخی از علوم اصولا علومی هستند که در غرب رشد پیدا کردن،
من فکر نمی کنم در چارچوب علوم اجتماعی و انسانی شما خیلی بتونید جایگاهی پیدا کنید که خاطرتون آسوده باشه، در اون جا به راحتی پذیرفته میشید. خودتون چه رشته ای مورد نظر و توجهتون بود؟ آقای دکتر، من توی این مدتی که حالا دارم این کار رو انجام میدم متوجه شدم که من از کارهای تحقیقاتی خیلی خوشم میاد، خیلی میتونم مثلا، یعنی از این پروسه لذت میبرم که بشینم روی بعضی مسائل تحقیق کنم، جستجو کنم، در موردش بخونم، فیلم ببینم. بعد احساس کردم که خب من باید یک کاری رو انجام بدم که همینجوری که شما گفتید به جامعه و فرهنگ اینقدر بستگی نداشته باشه، مثلا یه رشته بخونم کار تحقیقاتی باشه. من داشتم به اینجور چیزها فکر میکردم آخر که رشته ببینم. تحقیقاتی مال رشته هایی است که افراد در اونجا تحصیل میکنن عزیز. درست. یعنی شما وقتی وارد حوزه حریم روانی اجتماعی میشید یا انسانی میشید هرچی، یا اجتماعی میشید، هیچ وقت نمیان در مثلا مؤسسات تحقیقاتی که البته تعدادشون هم تو این زمینه محدوده، برای که دانشگاه با دانشجویان دوره دکتراشون این کار رو میکنن، بیان شما رو استخدام میگن بگید درباره این موضوع تحقیق کنید. برای تازه گفتم شما اگر کانادا برید چرا یه ایرانی رو در کانادا دنبال تحقیق درباره مسائل اجتماعی انسانی یا روانی کانادایی ها کنند؟ اونم تازه کانادایی که به دلیل دو تا زبان انگلیسی و فرانسه خودش بسیاری، چون فقط یکی رو میدونن، یه مقدار زیادی اون امتیازی رو که بیشتر کانادایی ها باش آگاهی به هر دو زبان دارن رو از دست میدن. یعنی اونقدر محسوس و ملموس تو علوم اجتماعی انسانی نیست. یعنی من هرچی فکر میکنم این که شما بتونید درسی بخونید که اونم با توجه به به حال سنتون که 28، یه جایی مثلا در حد 34-35 سالگی حتما به یه نتیجه برسید، بتونید باش گذران زندگیتون رو داشته باشید، چیزی به نظرم نمیاد. آیا به شما هیچ کسی حرفی زده، چیز مشخص تری رو بهتون پیشنهاد کرده؟ نه آقای دکتر، منم توی همین گیرم، مثلا اینکه خب آدم مثل من که نمیتونه راحت زبان یاد بگیره یا مثلا نمیتونه راحت مثلا ریاضی و اینها بخونه، خب چه رشته‌ای به دردش بخوره، میتونه چه کار انجام بده به غیر از اینکه بشینه صحبت کنه برای آدما؟ خب آخه اون دانش میخواد هستن، بلکه اون یه دایره محدود و بسته ای داره و در یه زمینه ای باید شما به هر حال نه تنها مدرک یا مراتبی رو گذرانده باشید، یه مقدار عنوان ها تو این زمینه مهم هست. البته من دقیقا نمیدونم شما چه میکنید، ولی اگرم ببینید کارهای شما بکنید، برخی از اوقات این کارها اینقدر بازار محدودی داره که یافتنش مشکله. باز شما اگر من میگفتید تو ایران میخوام این کارو بکنم، میگفتم به هر حال اونجا همه گونه زمینه هایی برای رشد شما فراهم، ولی تو کانادا فکر نمی کنم از طریق علوم اجتماعی انسانی به جایی برسید، مگر اینکه شما بیاید تو حاشیه های موضوعایی که ظاهرا مرتبطه ولی واقعا به عنوان علوم اجتماعی شناخته نمیشن. وارد حوزه مثلا بیزینس میشه ولی اونم تازه جای گفتگو داره. شما از اون باید شاید بیرون بیایید عزیز، یعنی باید دنبال یه رشته ای باشید که درآمدزا باشه و نمیدونم حقیقتش کار مشکلی است با توجه به اینکه هنوز شما به اون جامعه نرفتید، اونجا جا نیفتادید، تازه خودتون هم فکر میکنید مثل بسیاری یاد گرفتن زبان برای شما مشکله، چون یه عده‌ای به دلیل ذهنیتی که دارن و با هجاهای بیمعنی به راحتی کنار میان و حافظشون اونا رو ضبط میکنه، خیلی زود زبان رو یاد میگیرن و برایشون کمی هم برخی از اوقات تفریحه، ولی برای یه عده زبان یاد گرفتن یکی از مشکل ترین چیزا ترجیح میدن هر رشته علمی رو بخونن ولی زبان رو نخونن. اون رو متوجه هم، مثلا اگر به این گروه دوم تعلق دارید موضوع منتفی است، بنابراین باید دنبال یه چیزی در حاشیه اینا بگردید، مثلا خدمات پزشکی هست
که دورای 9 ماهه، 1 ساله، 2 ساله داره، ولی درآمد خوبی داره. حالا چون تو پزشکی، دندان پزشکی، اگر اون تمایلات در شما باشه یا آمادگی ها باشه، اونجا بیشتر میتونید پیدا کنید. ولی در رشته های مختلف 8، 9 یا 10 تا رشته علوم اجتماعی انسانی که میشناسیم، یه مقداری جاش محدوده. یه چیزی مثلا مثل دوره های نورو فیدبک و اینا رو میتونید بگذرونید. یه دوره های یکی 2 ساله داره، حالا با توجه به توانایی، و اون خب بازار خوبی داره برای تشخیص. یعنی وارد مرحله تستینگ و آزمون میشید، مرتبطه به این مسائل و یه مقدار آگاهی شماست. یا میتونید فرض کنید یه لیسانس روانشناسی بگیرید، در این حال مثلا تو این تستینگ هم برید. ولی خب اون یه بیزینسی هست که میتونه برای شما ماهی 500 دلار یا 5000 دلار یا 10000 دلار در بیاره. اینکه کدامش هست برمیگرده به اینکه کجا هستید، چند اندازه توانایی بازاریابی دارید و یا مراجعین خواهید داشت. رو جامعه ایرانی تنها اصلا نمیتونید حساب کنید، مگر مثلا در یه شهری مانند تورنتو. ولی خب اونجا هم کسان دیگه هستن که این جا رو برای خودشون تا حدودی فراهم کردن و راه رو هموار کردن، ولی برای خودشون آیا در حد رقابتی میتونه عمل بکنه؟ نه، تنها چیزی که به نظرم میرسه عزیز، من خواهر دویتور من گفتم که حالا که من حالا چند سال اینجا گیرم، بیام چی کنم؟ بیام یک لیسانس روانشناسی بگیرم؟ یه سرال دانشگاه خیلی خوب هستن که حالا چی میکنن، دوره های حالا مجازی و تیم مجازی دارن، میشه گذرم از راه دورم. یه لیسانس اینجوری بگیرم حالا؟ نه، اون فکر خوبی است. برای که یا اگر میخوای تو این رشته بدید، بهترش همین عزیز. بعدش هم خب یه دری برای ادامه تحصیل باز میشه، ولی خب دایره کار محدودی داره، یا نظر درآمدی مسئله محدودی داره. گفتم اونم به خاطر اینکه ما در یه جامعه و فرهنگ دیگه به این راحتی ها نمی درخشیم. خیلی باید در حقیقت تلعلوی بسیاری داشته باشیم و یا جنبه انسانی، ولی واقعا اینکه بهتون رشته خاصی رو پیشنهاد کنم نه. ولی این مدتی که منتظر هستید و اونجا هستید، چه بهتر که با زبان انگلیسی شما، مثلا اگر همسرتون هم انگلیسی میدونن، شما احتمالا به کانادا باید منطقه انگلیسی زبان برید، نه مونترال که منطقه فرانسه زبانه. شما اگر تو این سمت به یک اعتبار جنوب کانادا باشید، خب میتونید با زبان انگلیسی تنها به راحتی گذران کنید. بنابراین چرا که لیسانسی در از طریق، یعنی روانشناسی از طریق زبان انگلیسی یا که به زبان انگلیسی تدریس میشه رو نداشته باشید، خب شاید این مقدار راه رو براتون هموار میکنه و ضمناً کمکتون میکنه که زبانتون هم بهتر بشه. به هر حال این رشته های خواندنی است، مثل مهندسی نیست که دایرش محدود باشه. در نتیجه فرصت اینو پیدا میکنید که به اون وضعیت خودتون هم سر سامانی بدید. به هر حال امیدوارم هرچی خیر و سلامتون اتفاق بیفته. اگر مطلب دیگری نیست، خداحافظی کنیم هر جور میل شما. نه، فقط خاطر همین ازتون بشم آقای دکتر. خیلی ممنونم ازتون. خواهش میکنم. مواظب خودتون و همسرتون باشید. خدا نگهدار.